سلام بچه، این جلسه میخوایم بریم و آشنا بشیم با یکی دیگه از اون ابزارهایی که گزبو در اختیارمون قرار داده تا مدل ادیت کنیم و بتونیم فضای کاریمون رو تعریف کنیم باهاش. همجور که میدونید گاهی روبات هایی هستن که توی ساختمون ها کار میکنن، حالا یا چه خونه یا محیط های حالا خاصی. گزبو یه ابزاری به اسم بیلدینگ ادیتور در اختیارمون قرار داده که میتونیم و بیایم و ساختمونا رو باهاش طراحی کنیم. خیلی ابزار ساده ایه، خیلی پیشرفته نمیشه کاری کرد، تنها چند تا گزینه داره، ولی با همین چیزهای ساده تقریبا هر چیزی که لازم باشه رو تقریبا میتونید باهاش رسم کنید. همینجور که میبینید من با انتخاب کردن وال دارم به راحتی یه سری دیوار میکشم که حالا این ساختمونم رو طراحی کنه. با راست کلیک غیر فعال میشه، این شد مثلا یه فضای سبودی پایینه، یه ساختمونی که حالا جای درم بسش گذاشتم. میتونید بیاین مثلا بهش پله اضافه کنید، بهش در اضافه کنید، پنجره اضافه کنید، هر جایی که اشتباه شد دبل کلیک میکنید، ایکس و وای شروع رو بهش میدید، ایکس و وای پایان رو بهش میدید، طول، ارتفاع، ضخامت و همچنین رنگش و همچنین جنسش رو میتونید اینجا انتخاب کنید. میتونید بیاین اینجوری کلیک بکنید، مثلا جنسش رو از جنس سرامیک یا نمیدونم میتونید چوب یا آجر بذارید و همچنین میتونید طبقه اضافه کنید. یه طبقه اضافه شد با این مثبتی که این بالا بود و کلی کار دیگه. خیلی میگم ابزار پیشرفته ای نیست که بتونید خیلی کارهای عجیب غریبی انجام بدید، ولی در حدی که بتونه نیازهای اولیه، یعنی ساختمون، یه ساختمون ساده ای رو رسم کنیم باهاش، بهمون کمک میکنه و میتونیم بهش رنگ و اینجور چیزا هم بدیم و هر محیطی که تقریبا قابل انجام باشه رو میشه با این پیاده سازی کرد. یه گزینه اینجا داره به اسم ایمپورت، از اینجا میتونید یه عکس، یک نقشه‌ای رو ایمپورت کنید و بندازید پس زمینه‌تون و موقعی که دیوارها رو دارید رسم کنید روی اونها رسم کنید و از این نظر سرعتتون رو بیشتر کنه. ممکنه نقشه‌ای که میکشید یه نقشه خیلی شخصی سازی شده ای باشه که ابعاد خاصی داره، از اون میتونید یه نسخه مثلا عکسی ازش تهیه کنید و بیاین اینجا و ایمپورت کنید و راحت از روش مدلتون رو رسم کنید. در این مورد دیگه فکر نمی کنم خیلی توضیح زیادی بشه بدیم، ولی خب فکر می کنم کافی باشه واسه این جلسه. بریم برگردیم.